بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیك یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. توفیق داریم در ماه محرم پیرامون ویژگی ها و خصائص سید الشهدا با هم گفتگو کنیم. یکی از مواردی که در مورد شهادت امام حسین علیه السلام مطرح میشه این هست که وقتی کسی از دنیا میرود و به دست کسانی کشته میشود، خداوند برای بهای خون او ولی قرار میدهد که کشندگان او را قصاص کنند. در مورد وجود مقدس امام حسین علیه السلام که در زیارات اون حضرت را خطاب میدیم سار الله و ابن ساره، حجت خدا خونش خون خداست، حقش حق الله است. اگر قرار باشد کسی انتقام خون خدا را بگیرد، میبایست او نیز از طرف خدا تعیین شود. در سوره مبارکه اسراء در آیه 33 خداوند می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اگر کسی کشته شود و مظلوم باشد، خداوند برای او ولی قرار خواهد داد که این ولی سلطنتی پیدا کند و بتواند بهای خون او را بگیرد و او نباید در کشتن اسراف کند که او منصور از طرف خدا و تأیید شده و یاری شده از طرف خداوند است. وقتی مراجعه به روایات میکنیم، در ذیل این آیه ائمه معصومین علیهم السلام فرموده اند و من قتل مظلومن، آن کسی که مظلومانه به شهادت رسیده است وجود مقدس و نازنین سید الشهدا است و ولی دم او که از طرف خداوند منصوب شده است وجود نازنین امام زمان علیه السلام است. امامی که در روز عاشورا در هیجانات و در گرفتاری ها و در کشاکش جنگ روز عاشورا، وقتی ملائکه تحمل دیدن این مصیبت رو نداشتن، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، ناله و زجه ملائکه به درگاه الهی بود به هنگامی که سید الشهدا از همه عالم این ندا را فرا خواندند که هل ذاب یذب عن حرم رسول الله. ملائکه توان تحمل این را نداشتند، به خداوند عرضه داشتند که خدایا آیا برای حجت خود و ولی خود ولی دمی قرار می‌دهی؟ آیا نمی‌خواهی انتقام خون سید الشهدا را بگیری؟ در اون روز بود که خداوند نور مقدس امام زمان علیه السلام رو که در حال عبادت در عرش الهی بود برای ملائکه نشان داد تا آرامشی باشد بر زجه ملائکه به مصیبت روز عاشورا. پس منتقم خون خدا میبایست از طرف خداوند تعیین شود و این منتقم از آنجایی که حجت خدا را
و خونبهای او را میخواهد بگیرد میبایست حجت خدا باشد. منتقم خون سید الشهدا قیام توابین نیست، قیام مختار نیست، که اصلا خون حجت خدا به دست بشر عادی قابل انتقام گیری نخواهد بود. اگر دقتی داشته باشیم بر گنبد همه ائمه معصومین علیهم السلام پرچمهایی برافراشته شده است، به غیر از گنبد حرم امیرالمؤمنین در نجف. سوالی هست که چرا فقط گنبد امیرالمؤمنین هست که پرچمی بر فراز اون برافراشته نشده؟ پرچم بر فراز گنبد یک نشانه است و آن نشانه بدین معناست که انتقام خون این فرد گرفته نشده و فقط امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیه السلام وصیت فرمودند که ابن ملجم رو قصاص بفرمایند، لذا تنها امامی که خون بهایش گرفته شده است به دست حجت خدا امیرالمؤمنین، لذا گنبد حضرت پرچمی ندارد. اما بر فراز گنبد سایر ائمه علیهم السلام این پرچم نشانه آن است که همه حجت های الهی منتظر آمدن امام زمان علیه السلام هستند و پرچم هر قیامی نشان دهنده هدف از اون قیامه، همانطوری که پرچم لشکر امام زمان علیه السلام منقش به این جمله است که یا لسارات الحسین. اگر قرار باشد عدلی در این عالم برقرار شود، تا زمانی که خون سید الشهدا انتقامش گرفته نشده باشد، عدل و دادی هم در این عالم برقرار نخواهد شد. هدف از ظهور امام زمان علیه السلام این نخواهد بود که ثروت‌های زمین بیرون ریخته شود، گرگ و گوسفند در کنار یکدیگر زندگی کنند، گدایی یافت نشود، علم مردم زیاد شود. همه و همه اینها آثار اون ظهور موفور و سرور خواهد بود. اما هدف بر طبق آیه قرآن گرفتن خونبهای سید الشهدا است. در ادامه در روایات داریم که افراد سوال میکنن که هنگامی که امام زمان علیه السلام ظهور کنن از چه کسانی انتقام خواهند گرفت. امام صادق علیه السلام فرمودن میکشند فرزندان آنها را. راوی تعجب میکنه، سوال میکنه کشته میشوند فرزندان به گناه پدرانشان؟ پدران اونها گناه کردند، چرا فرزندان اونها کشته میشوند؟ امام صادق علیه السلام فرمودن فرزندانی از اونها کشته خواهند شد که راضی‌اند به فعل پدرانشان. شاید در عصر ما این مطلب رو بیشتر حس بکنیم، کسانی که هم آرزوی بودن در کربلا رو دارن و این جمله یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما رو میگوین، و اون کسانی که زائرین سید الشهدا دوستداران امیرالمؤمنین رو به شهادت میرسونن میکشن فقط به یک جرم، و به جرم محبت امیرالمؤمنین. اینها هم کسانی هستند که در گفته خودشون بر این مطلب استوارن که ای کاش ما هم در روز عاشورا بودیم و خیمه های سید الشهدا رو به آتش میکشیدیم، ای کاش ما هم در روز عاشورا بودیم و اهل بیت پیغمبر رو آنطوری که نقل کرده اند به ظلم میکشتیم، حال که توفیق نداشتیم به گفته خودشون که در روز عاشورا باشن، این کشتار و این ظلم رو نسبت به محبین، دوستان و زائرین سید الشهدا دارن. لذا امام صادق علیه السلام فرمودند کشته میشوند فرزندان از اون فرزندانی که راضی اند به فعل پدرانشون. در ادامه آیه داریم
که خداوند می‌فرماید فلا یسرف فی القتل، او در کشتن اسراف نباید بکند، که در قرائت اهل بیت علیهم السلام این آیه هست فلا یسرف فی القتل، او در کشتن اسراف نمی‌کند. البته که اگر همه اهل زمین به گفته امام صادق علیه السلام مسئول در برابر خون سیدالشهدا هستند و اگر کشته شوند خونبهای سیدالشهدا هم گرفته نخواهد شد. و این را بدانیم که در انتهای آیه فرمودن انه کان منصورا، یکی از القاب و اسامی امام زمان علیه السلام منصور است. منصور به کسی گفته می شود که یاری شده است، نصرت داده شده است. به این شکل نیست که امام زمان علیه السلام بعد از سالیان سال به اراده الهی ظهور کنند و بعد در آن انتقام گیری و در اون برپایی عدل و داد و گرفتن خون خدا بخواهند یاری نشوند و این امر صورت نگیرد. لذا وعده الهی بر این است که سار الله به دست منصور الهی وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام خونبهایش گرفته خواهد شد. و این ظلمی که پایه ظلمهای در طول تاریخ بوده است خط پایانی خواهد داشت در ظهور امام زمان علیه السلام و به این ویژگی و به این انتقام و به این واقعه است که عدل و داد واقعی در روی زمین برقرار خواهد شد. لذا رابطه بین سیدالشهدا و امام زمان علیه السلام در روایات و در آیات قرآن در جای جای اینها دیده میشه که ما توفیق داشتیم در این برنامه به یکی از آیاتی که در قرآن پیرامون این مطلب گفته شده بود پرداختیم. انشاءالله به برکت گریه بر مصیبت سیدالشهدا، به برکت عزاداری در مراسم اهل بیت علیهم السلام، خداوند معرفت اهل بیت رو در دل ما هرچه بیشتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. صبر کن، لاله زهرا بویدن دارد، پنجره پرخون بوسیدن دارد، ساربان آرام کنه ای صبح تولو. آنچه باید جرعه جرعه نوش کنی و مست حیرتش شوی، کرشمه حق است در لباس خون. وقتی جماعتی به روی امام زمانشان تیغ می کشند،